بس ابتدای کار باشه من می‌بندم. سلام سلام، روزها به سرعت در حال سپری شدن هستند و با یک چشم برهم زدن شب یلدای سال 1399 نیز از راه رسید. شبی که جایگاه و ارزش آن از دیرباز تا به امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. تنها دقیقه شبی را به بلندترین شب سال مبدل می سازد، یا به تعبیر دیگر دقیقه به شبی منزلتی داد منزلت یلدایی. این است معمای هستی، این است راز برتر شدن تنها به قدر دقیقه قدی قدمی و یا قدر و منزلتی حتی پنهانی. عرض سلام خدمت همه شما عزیزان. شب چله یا همون کهن‌ترین و بلندترین شب سال با شب نشینی مردم ایران کنار خانواده های خود برگزار می شود و همیشه می گفتیم گوشی های من خاموش و دور هم باشیم، اما زندگی غیر قابل پیش بینی است. شعار یلدای امسال این است: گوشی ها روشن، دور هم نباشیم. قبل از این که به موضوع برنامه امشب بپردازیم، جا داره که از طرف پرسنل مؤسسه حقوقی یکتاداوری اندیشه خدمت اون دسته از عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستن و به کانال ما تشریف آوردن خیر مقدم عرض کنیم. مؤسسه یکتاداوری اندیشه با اتکا به کادری پرتوان و حقوقی آماده ارائه هر گونه خدمات حقوقی راجع به پرونده‌های حقوقی و کیفری، داوری، بانکی، ثبتی و همه مسائل حقوقی داخلی و بین‌المللی و همچنین موضوعات آموزشی و پژوهشی و امور مهاجرتی در خدمت شما عزیزان هستیم. امشب مناسبت شب یلدا برنامه ویژه رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم و در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر کورش نیکنام هستیم. ایشان دکترای فلسفه زرتشت، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان و نماینده زرتشتیان در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند. موضوع برنامه امشب حقوق و فرهنگ در ایران باستان هست. احترام به حقوق در هر کشور و ملتی پیشینه دیرینه دارد. تا آنجا که مدارک و شواهد تاریخی ایران باستان گواهی می‌دهد، از قدیم ترین دوران‌ها جوامع ایرانی دارای شرایط و قوانین شرعی و مدنی عرفی و مبسوطی بودند. با اجازه شما من آقای دکتر رو دعوت میکنم به روی لایو بیان و موضوع رو با ایشون پیش ببریم. درود بر شما. سلام عرض میکنم آقای دکتر، وقتتون بخیر. سپاسگزارم. درود بر شما و خوشحالم که در خدمتون هستم. خیلی محبت فرمودید که با این بالاخره تفاوت ساعتی که داریم و وقتهای مختلفی که داریم، این امروز که روز پرمشغله هم برای حضرت عالی است، این وقت به ما هم دادید که ساعتی در خدمتتون باشیم و از فرمایشات حضرت عالی بهره مند بشیم. بفرمایید آقای دکتر، همه خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد، من نخست سپاسگزاری بکنم از شما و مؤسسه خوبتان که این فرصت رو فراهم کردن تا با هم باشیم در شب چله، شب بلند سال، شبی که یادگار چند هزار ساله این سرزمین هست. و پیش از اینکه به موضوع حقوق و فرهنگ به پردازیم، اجازه میخوام که یک شادباشی برای شب چله داشته باشم خدمت همه کسانی که با ما هستند. و این شب نماد شکیبایی ما ایرانیان هست، یعنی در گذر تاریخشون ایرانیان هرگاه یک پدیده‌ای براشون به وجود میومد که آزاردهنده و آسیب دهنده بود، اینها رنج رو بر جان خود می‌خریدند و شکیبا بودند تا که پس از اون سیاهی به روشنی دست پیدا کنند یا پس از بیداد به داد برسند.
پس از شبی بلند و سرمای زمستان به روشنی دیگه ای دست پیدا بکنند. بنابراین این شب چله شب زایش روشنایی نام گرفت. امشبی رو که پیش رو داریم از فردا شب چند دقیقه کوتاه تر خواهد بود و به جای اون روزی رو که فردا پیش رو از سپیددم خواهیم داشت، از دیروزمان روشنتر و پرفروختر خواهد بود و اندک اندک این روشنایی رو ما تا 40 شب و روز دنبال میکنیم، میرسیم به جشن دیگه، جشن صده که ابتکار دیگر نیاکان ما هست که آتش رو کشف کردن و در داستان هوشنگ از شاهنامه ما داریم اون داستان رو. و در شب جشن صده نیز ایرانیان باستان هیمه ای از چوب و هیزم فراهم می کردند و در غروب آفتاب اون رو به آتش می زدند و ثابت کنند که ما تاریکی شب را هم می تونیم به روشنی تبدیل کنیم با ابتکاری که انجام دادیم. به هر روی جشن شب چله از دیرباز همه به خانه های بزرگترها می رفتند. چرا؟ چون شنیدن خاطره ها و داستان هایی از گذشتگان سبب میشه که بتونیم ما آیین ها و جشن ها رو همچنان پاسداری بکنیم برای نسل بعدی. و خب داستان ها توسط پدر بزرگ و مادر بزرگ ها گفته میشده، فرزندان می نشستن، یک همدلی ویژه ایجاد میشد. چیدمان هایی بر سر سفره شب چله بود که همه یادآور زایش مهر هست، چون زایش مهر در آیین مهر ایرانی که بعدها به مسیحیت راه یافت و همکنون جشن کریسمس آنها نیز با داشتن رنگ های سرخ در پوشش بابا نوئل و بقیه همانند جشن شب چله ماست و جایگزین اون هست، ما نیز در سفره های آیین شب چلمون از میوه های بهره می گرفتیم که به رنگ سرخ باشند. چرا سرخ؟ به سبب اینکه نور خورشید با آمدن و رفتن خودش آسمان را به رنگ نیلگون و سرخ در می آورد. ما به جشن و پایکوبی که می پرداختیم برای حضور خورشید در زندگیمون، مهر در زندگیمون، این بود که میوه های سرخ مثل انار و هندوانه و خرمالو و دیگر میوه ها را می گذاشتیم و به یاد اینکه خیر و برکت در زندگی بیشتر بشه میوه ها را دانه دار هم انتخاب میکردیم. انار با داشتن دانه های زیاد در فرهنگ کهن این سرزمین یادآور دارایی و نعمت و فراوانی بوده. به هر روی جشن شب چله بر همه پویندگان فروغ و روشنایی گرامی بار و امیدواریم که این شکیبایی که همیشه ایرانیان داشتن تا از پس هر بیداد و تاریکی به روشنایی دست پیدا بکنن همیشه جاودانه باد و پایدار. شما صحبتی اگر دارید بفرمایید، من برم موضوع رو ادامه بدم. من دیگه غرق فرمایشات جناب عالی هستم. فقط چی؟ من غرق فرمایشات جناب عالی شدم دیگه. اصلا مدل تعریف کردنی که شما فرمودید من درست باشه. و اضافه بکنم که این جشن‌های ما مربوط به دین خاصی نیست، در ایران شکل گرفته. نیاکان ما از هزاران سال پیش اون رو پدید آوردند و به جاست که همه پاسداری بکنیم و نگذاریم که تنها یه قشر خاصی به اون جشن ها بپردازن. و اما موضوعی که قرار هست امروز امشب در شب چله دیگری که در امسال هست و از راه دور با هم هستیم به گفتگو بنشینیم، حقوق و فرهنگ در ایران باستان هست. این دو موضوع هم به هم وابسته هستند و هم دو موضوع جدا از هم که باید در واقع در دو فصل جداگانه و در نوبتی جداگانه به اون پرداخته بشه، ولی یک گونه ای با خلاصه تر بهش میپردازیم و به هم متصلش میکنیم. اصولا فرهنگ یک واژه پهلوی است که از دو بخش تشکیل شده، فر که به چم پیش و فرا هست و هنگ یعنی کشیدن، خواستن.
این واژه فره را ما در فروهر هم داریم، همون نگاره ای که بر تخت جمشید یا بیستون نقش بسته، به اونم فروهر میگن. فره یعنی پیش و فروهر یعنی پیش برنده. اون پیش برنده هست و این پیش کشیدن، خواستن، درخواست کردن. خب فرهنگ رو دوستان پژوهشگران هر کشوری به گزینه های مختلفی در واقع تقسیم کرده و برایش ارزش قائل شده. دانش، هنر، خط، زبان، اخلاق، آداب و رسوم، داد، حقوق و خیلی از ویژگی هایی که یک ملت میتونه برای خودش داشته باشه و از نسلی به نسل دیگه آموزش بده و عبورش بده بهش میگن فرهنگ. خب در این که ما فرهنگ رو بخوایم دنبال کنیم، اون ویژگی هایی که در فرهنگ کهن این سرزمین بوده خوشبختانه بسیاریش رو ما همکنون در فرهنگ مردمان ایران داریم. چیز ویژه‌ای نیست که بخوایم بگیم در ایران باستان بوده و اکنون نیست. به نوعی در مردم ایران به ویژه در عشایر و ایلات همچنان این فرهنگ پایدار هست. مثلا در ویژگی ها من اشاره بکنم، گذرا ما در بخش دانش اگر بخوام ببینیم در ایران باستان چه بوده، ما اصلا واژه مزدا که در ایران شکل گرفت و زرتشت نخستین بار اون رو بیان کرد، مزدا یعنی دانش بزرگ، یعنی ما به دنبال دانش بودیم همواره، همچنان که ما دانشگاه گندیشاپور رو تا زمان ساسانیان داشتیم و این نشان دهنده پرداختن ایرانیان به فرهنگشون هست. ما در شهر سوخته سیستان مدارکی داریم که نشان میده که اون زمان 4000 سال پیش جراحی مغز میکردن. این نشان دهنده دانش نیاکان ما هست. کتاب های فراوانی که ما در جنگ های اسکندر و بعد در تازیان ما به آب ریخته شد یا سوزنده شد، نشان دهنده اهمیت نیاکان ما به دانش هست. در بخش هنر ما اگر بریم سراغ هر هنری میبینیم ایرانیان، هنر نزد ایرانیان است و بس. اون شعری که همیشه ما میخونیم واقعیت اینه، یعنی ما در بخش معماری بریم سراغ تخت جمشید، سراغ معبد آناهیتا در کنگاورد، سراغ ارگ بم که متاسفانه در زلزله از بین رفت، و اینها نماد این هست که نیاکان ما چقدر اندیشمند بودند و به دنبال هنر معماری رفتند. هنرهای دیگه از پارچه بافی گرفته، هنرهای دستی، سفالگری، همه نشان دهنده هنر و فرهنگ هنری مردمان ماست در روزگاران کهن. بریم سراغ خط و گویش و زبان. ما لهجه های گوناگون در ایران الان داریم: ترکی، لوری، گیلکی، مازندرانی، گویش زرتشتیان، پهلوی ساسانی، همه نشان دهنده این ویژگی است. و در بخش خط نیز همینجور، ما خط رو همیشه میگفتیم دبیره و ما تا زمان ساسانیان دین دبیره یا خط اوستایی رو داشتیم که داریم، همچنان راز دبیره رو داشتیم. و در نوشتن اکنون که میبینید ما شیوه خوشنویسی داریم و بسیار زیبا، شاید در این جای دنیا به این اندازه به پرداختن فرهنگ خط و زیبایی خط نپرداختن که ما به سراغش میریم، و اینها نشان دهنده فرهنگ نوشتاری و شنیداری ماست. در بخش اخلاق بسیار زیبا نیاکان ما پیشرفت داشتند. هرودوت که یک مورخ یونانی است و دلخوشی هم از تعریف یونانیان نداره، میگه که فرزندان ایرانیان به آموزشگاه ها میرن تا جنگاوری، دلاوری و راستگویی را آموزش ببینن. این راستی و اخلاق، این که با دروغ باید مبارزه کرد، در فرهنگ کهن ما ریشه داره. خردگرایی یکی از اونهاست که ما هر کاری رو که میخواستیم انجام بدیم با خرد انجام میدادیم. پرداختن به شادی در فرهنگ کهن سرزمین ما هست. این که ما این جشنهای گوناگون رو در گذر تاریخ خودمون داریم و این که کمتر به سراغ سوگ و اندوه و غم میریم، همه اینها آشکار است که نیاکان ما از اون خود داشتند. نو شدن یکی از ویژگی های اخلاقی نیاکان ما بوده. ما به سراغ خرافات نمی رفتیم و همیشه به سوی نو شدن پیش می رفتیم. کار و کوشش یکی از اخلاقهای ویژه‌ای بوده که نیاکان ما داشتند. به همین دلیل
دریوزگی یا گدایی در فرهنگ ما کاری نکوهیده و زشت بود و نمیگذاشتن نیاکان ما کسی فقیر و مستمند بمونه، با داد و دهش اون رو در واقع برطرف میکردن. شکیبایی یک ویژگی اخلاقی ماست. ما بارها و بارها در گذر تاریخ خودمون تا پرتگاه شکست و نابودی هم پیش رفتیم، ولی همیشه ریشه در دل خاک داشت این فرهنگ و همچنان جاودانه موند و هست. در بخش آداب و رسوم که بخشی از فرهنگ هست، ما همیشه جشن و آیین ها رو داشتیم که همچنان در فرهنگ مردم ایران از هر دین و آیینی شکل گرفته و هست. داد و دهش نمونه اون هست. ما هیچگاه برای خودمون نبودیم، برای همدیگر بودیم. ما نمونهش رو میبینیم، مهمان نوازی که در تمام ملت ایران هست، این ریشه در فرهنگ کهن این سرزمین و در داد و دهش داره. همچنان ایرانیان میبینید که در سوگواری امام حسین خوراک پخش میکنند، آش تهیه میکنند، به همدیگر کمک میکنند. همه این ویژگی ها مربوط به فرهنگ کهن ما در سرزمین ایران هست. و اما در بخش دادخواهی یا حقوق که میخوایم بپردازیم و ببینیم در ایران باستان چگونه بوده، واژه داد رو اصلا داتا ما در اوستا داریم، یعنی واژه‌ای که بعدها، حالا خوشبختانه زمانی ما توی ایران واژه عدلیه رو داشتیم که ایرانی نبود، ولی امروزه به داد اشاره کردن، دادخواهی، داد، دادگستری، دادگاه، دادرسی و اون چیزهایی که همه شما بیشتر میدونید. و خب برای داد که من میخوام سخن بیشتر بگم، اینجا باید اعتراف بکنم در جمع امشبی که من دارم صحبت میکنم، عزیزان بیشتر در رشته حقوق کار کردید و داد و اون چی که من میگم در واقع شاید یادآوری و تکرار باشه در ایران باستان، چون همه شما خونده اید. برای عزیزانی که تازه به جمع ما اومدند و حقوقدان نیستن، بیشتر شاید دانستن این که در نیاکان ما چگونه دادخواهی داشتند اندکی ارزشش بیشتر باشه. ما داد رو باز در اسطوره هامون در واژه پیشدادیان داریم. شما در نظر بگیرید که ما پادشاهان پیشدادی، واژه داد پیش یعنی پیش از آن، و داد به هر روی دادخواهی و قانون مداری است. و اسطوره های ما اون زمان پیش از تاریخ، ما پادشاهانی در شاهنامه داریم که نخستینش کیومرس هست که آغاز میشه به عنوان نخستین انسان گیا مرتا. در اوستا اومده، این انسانی که بعدها نابود خواهد شد و نیست، چون انسان یه موجود پایداری نیست. و بعد نخستین باز هوشنگ رو اشاره میکنه شاهنامه که نخستین پادشاه پیشدادی هست و به همین شکل میرسه به پادشاهان بعدی تا فریدون میرسه که با مبارزه‌ای که میکنه با ضحاک اون رو در واقع از سرزمین ایران بیرون میبرن با کمک کاوه آهنگر. و جالب اینه که این پادشاهان پیشدادی که بعضی هاشون رو ما داریم، هر کدومشون نقشی داشتن در پرورش اندیشه های ایرانی و تمدن ایرانی و بعدها جشنهایی که الان داریم به اونها وابسته است. مثلا جمشید نخستین بار نوروز رو برگزار کرد و اکنون ما یادگارش رو همچنان داریم، جشن نوروز که بر تخت نشست و شادی کرد و ما اکنون نوروز رو به یاد او داریم. یا همون نخستین انسان که کیومرث بود، ما به یادش هنوز گهنبارها را برگزار میکنیم، یا آینه ویژه‌ای است که زرتشتیان دارند. یا هوشنگ هنگامی که آتش رو کشف کرد و در شاهنامه ما داریم نمونش را، ما هنوز جشن صده رو در دهم بهمن حفظ کردیم، پاسداری کردیم به یاد همان هوشنگ. و فریدون به همین شیوه جشن مهرگان رو داریم، پیروزی فریدون بر ضحاک و جشن مهرگان که باز تعادل پاییزی هم هست، مدتی پیش بود و گذشت، دهم مهر ماه که شب و روز برابر میشه. خب این از اونجا ما داد رو داریم که ما تو اسطوره هامون همچنان سراغ داد رفتیم. بعد بینیم سراغ آیین مهر ایرانی که امشب شب چلم به یاد همون مهر ایرانی ما جشن داریم میگیریم و طلوع فردا بامدادمون با نور خورشید. جا
جالبه بدونید که ایرانیان باستان هیچگاه بت پرست نبودند، یعنی با دستان خودشون با کمک سنگ و آهن و چوب شکلکی نساختند که اون رو در نیایشگاهی ببرند و ستایش بکنند، ولی به جاش پدیده های نیک هستی رو ستایش میکردند. نور خورشید یکی از آنها بود، نخست خورشید بود که به صورت گردونهی بعد تصور کردند که در حال چرخش است و بعدها متوجه شدند که خود خورشید نیست، نور خورشید است. و بعد یک چیزی به نام دایره خورشید براشون مطرح شد و هر بامداد پیمانداری خورشید رو ارزش براش قائل بودند. میدیدند که ابر و باد و اینها همه میاد میره ولی هیچ کدام پیماندار نیست، گاهی باران میاد گاهی نسیمی وزیده میشه ولی تنها چیزی که پیماندار بود این نور خورشید بود. به همین انگیزه است که نیاکان ما یک ابتکار جهانی رو انجام دادند، یک حلقه ای رو به نماد خورشید درست کردند. این حلقه رو گاهی به دست هم میدادند که ما نمونش رو در اون آرم فروهر همچنان داریم که به دست گرفته در نقش نگاره ها. گاهی این حلقه ها رو به گوش میبردند، گاهی به مچ دست، و اکنون این حلقه اگر توجه کنید تمام ملت ها به انگام پیوند زناشویی حلقه را بر انگشتشون دارند. این حلقه نماد خورشید است، نماد مهر است، نماد پیمانداری است و نماد قانونمداری، برای اینکه اگر یک حرفی رو زدید شما روی اون حرف خودتون بیستید. بنابراین در آیین مهر ایرانی ما باز قانون داشتیم و داد داشتیم و پیشرفت رفت. دنبالش می‌بینیم دوران ماد. دیاکو یک کسی بود که در زمان ماد بیشتر به دنبال انصاف و داد پرداخت و دادی که او مطرح میکرد قابل تغییر هم نبود. حالا در دوران ماد که زمان خیلی پیشتر از هخامنشیان هست، سه رویداد کم و بیش در همون دوران روی داد در ایران بزرگ اون زمان، چون اون زمان میان رودان و اینها هم جزء سرزمین و نقشه جغرافیایی ایران بود. در غرب ایران مغان که پیشوایان دینی آن زمان بودند، چون مغان ما سن و مغان به پیشوایان دینی میگفتیم، مغان میترایی داشتیم، مغان مادی داشتیم، بعدها این مغان که مگه شد به موبدان زرتشتی هم رسید. به هر روی مغانی که در آیین مادها بودند و پیشوایان دینی بودند، اینها تدوین کردند یک نوشته‌ای به نام وندیداد که سراسر قانون هست و موجود و بیشتر در مورد جغرافیا و تاریخ است. از 22 کرده ای که ما در این کتاب داریم و خوشبختانه به زبان اوستایی همچنان باقی مونده و بسیاری فکر میکنند که این کتاب مربوط به زرتشتیان هست، بله خط و زبان و نگهداری و پاسداری از آن تا به کنون زرتشتیان انجام دادند، ولی باورها و قوانین و مسائلی است که مربوط به ایران کهن هست و در زمان مادها اون مغان مادی اون رو تدوین کردن. به هر روی در بخش سوم تا 18 همه این کتاب و این نوشته با ارزش قوانینی هست در مورد حقوق فردی و اجتماعی و آیین‌ها. باز در بخش 22 اون درباره درمان و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و چگونه جلوگیری از مرگ و میر و اینها درش ذکر شده. بنابراین نشون میده که نیاکان ما آن زمان هم در جهت قانونمداری گام برداشتن. همزمان با این دوره مادها که اونها تدوین میکردن اون نوشته وندیداد، ما در میان رودان حمورابی رو داشتیم که قانون دیگری در 282 ماده تدوین کرد و در یک ستونی به بلندی 2.5 متر با خط میخی که بعدها در شوش پیدا شد این ستون و خب به موزه لور آورده شده و اونجا نگهداری میشه و حمورابی ادعا میکنه که این قانون هایی که در واقع نوشته شده از مردوخ بر او، خدای بابل بر او نازل شده و همچنان هست. در این قانون در مورد قصاص و تجارت و سرقت بیشتر صحبت میشه که البته خیلی خوشایند هم نیست. قوانین قصاصی که میاره میگه اگر
چشمان شما رو کسی نابینا کرد، شما هم در کنارش چشمش رو نابینا کنید، اگر دستتون رو شکست دستش رو بشکنید، یا اگر کسی از معبد یا از خزانه دولت که امروز میگیم بیت المال دزدی کرد، حکمش مرگ هست و باید از بین بره. خب اینها قوانینی بوده که در اون قانون بوده و همزمان با اینها در تقریبا شرق ایران، خب مادها در طرف غرب بودن، در شرق ایران زرتشت همین حوالی کم و بیش چشم به جهان می گشاید و او هم یک قانونهای تازه ای رو و یک دیدگاه های تازه ای رو به زندگی داره. یک دید نوی زرتشت نسبت به آفریدگار مطرح میکنه. آفریدگار خودش رو اهورامزدا میدونه. اهورا یعنی هستی که قبلا هم بود، اسوراها ما در هند هم داریم در سانسکریت، ولی مزدا را نخستین بار ابتکاری بود که زرتشت در واقع بیان کرد و ما شاهدش هستیم. مزدا یعنی دانش بیکران، دانشی که در هر روز آغاز و انجام این هستی رو باید یادآوری بکنیم. در پیام زرتشت اهورامزدا سرآغاز و سرانجام هستی است، یعنی دانشی که فرا گرفته این هستی رو. این دیدگاه تازه‌ای بود که انجام داد و باز زرتشت دیدگاه تازه‌ای نسبت به جایگاه انسان مطرح کرد. به انسان گفت که شما در یک هنجاری زندگی میکنی به نام هنجار عشا. عشا یعنی راستی، یعنی نظم درست، و در این هنجار شما نمیتونی بی نظمی بکنی. اگر بی نظمی انجام دادی تخریب میکنی بسیاری از ساختارهای درست هستی را. و چه زیبا سعدی هم به این ساختار اشاره میکنه، اونجا که میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، یعنی همه اون هنجار راستی رو دارند، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. یعنی اشاره میکنه به انسان، همچنان که زرتشت میگه شما عشوان باش، جزو عشو باش، بیا هنجارگرا باش. باز زرتشت در جایگاه انسان دو گوهر همزاد را مطرح میکنه که این دو گوهر با هم در تضادند، پدید آورنده شب و روزن، سپیدی و سیاهی هن، مثبت و منفی هن، که هر دو خوب، منتها در اندیشه انسان که بیان، انسان که بر دانش متکی باشه، این رو تبدیل میکنه به منش نیک، و انسان بداندیش اون رو تبدیل میکنه به یک منش انگرهمینیو که در زبان پارسی اهریمن شد و منش ویران کننده است. بنابراین این جایگاه انسان همیشه مبارزه بر علیه بدی هاست، گسترش دهنده راستی هاست. این وظیفه انسان است که به سوی پیشرفت، به سوی بالندگی، به سوی سازندگی حرکت بکنه و اون در راز آفرینشش اومد و مطرح شد. و باز دید دیگه‌ای که نسبت به هستی زرتشت بیان کرد، این پاسداشت زیستگاه بود. چهار عنصر رو گفت باید گرامی بداریم وگرنه زندگیمون نابود میشه. اینها عنصرهایی هستن که این هستی رو ساختن، آب و خاک و هوا و روشنایی. این روشنایی بعدها وقتی که آتش جایگزینه شد، شد تبدیل به آتش. آب نباید آلوده بشه، پاک کننده است. خاک نباید آلوده میشد، پاک کننده. و هوا نیز همچنین، اون چیزی که امروز یک مشکلی برای جوامع بشری شده و جزو قوانینی است که از اون زمان زرتشت اشاره کرد. و جالب اینه که در فرهنگ کهن این سرزمین زرتشت به خودشناسی اشاره میکنه که هر کسی که اگر خودش رو بسازه در این چارچوب قانونی، جامعه تقریبا درست شده و جلو میره. اشاره میکنه که یک واژه اوستایی میگه اوشتا احمایی یحمایی اوشتا کهمایی چیت، اشاره میکنه که خوشبختی میخوای ببینی و حس بکنی، این اوشتا یا خوشبختی رو در دیگران پدیدار بکن، بنابراین خودت احساس خوشبختی خواهی کرد. یا باز یه جمله معروف دیگه در اوستا داریم، اعه و پنتای و اشه. اشه همون هنجار درستی بود. میگه غیر از راستی، غیر از هنجار اشه، ما راه دیگه ای نداریم برای ساختار زندگی انسان ها. اینها همه قانون هست، همه داد هست که ما پیش دنبال هم داریم. باز یه جمله ینگ هاتام داریم که وقتی در اوستا هست،
ینگ هالتا موعدی است پیتی ونک و مزدا اهورو ویتا و شاد حچا یانگ هام چا تانس چا تاوس چا یزمعیده تانس چا تاوس چا، یعنی زنان و مردان. برتری زن و مرد رو در تنها یک چیز میدونه و اون پیروی از هنجار راستی. میگه ای زن و مرد، شما میتونید با هم مسابقه بگذارید در زندگیتون، هر کدوم پیرو هنجار عشا بودید، خدمتگزار دیگری بودید، شما برنده اید. و جالب اینه که ما اکنون در پیوند زناشویی، آیین عقدی که داریم، ما یک اندرزی که به عروس و داماد میدیم، میگیم که هر کدوم از شما اگر در انجام کار نیک از دیگری پیشی بگیرید، سبقت بگیرید، شما برنده اید در زندگی زناشوییتون. این بسیار اندرز خوبی است که است. یک جمله خیلی قوی هم باز ما در داریم که قانونی رو برای جوان این مملکت اوستای ما مشخص میکنه. میگه یوانم، یوان همون تبدیل شد به جوان، یوانم هو مننگ هم هو بچنگ هم هوش کیاوتنم هو دعینم اشوان مشیراتون یزمعیده. یزمعیده درود میفرستیم به جوانی که هو مننگ هم هو یعنی نیک، مننگ منش، منش نیک داشته باشه، هو و چنگ هم وچ یعنی گفتار، کردار گفتار نیک داشته باشه، هوش کیاتنم شیاتم کردار نیک داشته، هو دعینم، دعینه نخستین بار در اوستا مطرح میشه، نیروی تشخیص خوب از بد هست که در درون همه هست، یک بینش درونی که بعدها به این واژه به دین تبدیل شد. میگه کسی که دیندار باشه و منش نیک داشته باشه، گفتار نیک داشته باشه، کردار نیک داشته باشه، این یک انسانی قانون مدار هست، ما او رو ستایش میکنیم، ما او را میستاییم. این در واقع یک قانون بسیار ارزشمندی که نخستین بار زرتشت بهش اشاره میکنه. خب برسیم به دورانهای بعدی. ما میرسیم دوره هخامنشی، یعنی از این گذر کردیم، زرتشتی متولد شد، قوانینی تا اون موقع بود. دوره هخامنشی اوجش رو کوروش و داریوش دارن برای قانون مداری. کوروش وقتی که به بابل میرسه سال 539 پیش از میلاد، یک کتیبه‌ای که بعدها در شهر اور پیدا کرد، اون هرمز رسام 100 سال پیش، بیش از 100 سال پیش، نشان دهنده یک منشوری شد که این منشور اکنون در موزه انگلیس هست و مطرح شد در جهان. با وجود اون که در بابل و آشور دست به کشتار می زدند، کوروش یک دروازه بابل رو باز کرد و یک شاهکاری از خودش انجام داد که ما هنوز مدیون این پادشاه هستیم در قانون مداری. می گوید وقتی که من وارد بابل می خواستم بشم، با شادمانی مرا پذیرفتند. مردوک که خدای بابل بود، دل مردم رو خوشنود ساخت تا من اونجا عرش داشته باشم. سپاه من بدون چالش و درگیری از میان شهر بابل عبور میکرد، نگذاشتم رنج و آسیبی به مردم شهر برسه. نیایشگاه ها و خانه های مردم رو که خراب کرده بودن من بازسازی کردم، بدبختی مردم رو من پایان دادم، بردهداری رو برانداختم. من فرمان آزادی یهودیان رو که بیش از 70 سال در بابل اسیر شده بودن دادم، اونا رو آزاد کردم، گفتم برای خودشون نیایشگاه بسازن. و به همین شکل بود که بعدها بسیاری از یهودیان به ایران آمدن پس از این کارهایی که کوروش براشون انجام داد و در ایران سکونت گزیدن. و در گذر این 2500 سال هم میبینیم هیچگاه درگیری بین ادیان به این شکل وجود نیامد، یهودیان هم در ایران به خوبی زندگی میکردن. خب حالا این قانون بسیار جالب زمانی بود که در کتیبه های آشور و بابل ما میبینیم چه خیانت ها و کشتارهایی انجام شده بود. در یک کتیبه پادشاه آشور داریم که در 689 پیش از میلاد بوده، تقریبا 30-40 سال قبل از کوروش که این منشورش رو داشته باشه، میگه من وقتی شهر بابل رو تصرف کردم و گرفتم، تمام مردم شهر رو به اسارت بردم، خانه هاشون رو چنان ویران کردم که به صورت تلی از خاک در اومد، همه شهر رو چنان آتش زدم که روزهای بسیاری دود از آسمان بالا می رفت و رود فرات رو بر روی مردم شهر بازگرداندم تا ویرانه هاشون رو از بین ببره. یا باز در
کتیبه نصر دوم پادشاه بابل داریم که فرمان دارم که 100,000 چشم رو در آوردن، 100,000 ساق پا رو بشکنن، دختران و پسرانی رو در آتش سوزوندم، خانه ها رو آنچنان ویران کردم که بانگ زنده ای از خونه ها نشنیده بشه. اینها ساختار مردم اون زمان بود و ببینید که ما در ایران باستانمون چگونه در اندیشه داد و دادگستری بودیم. خب این منشور کوروش بعدها در سال 1971 درست 50 سال پیش سازمان ملل اون رو پذیرفت و نخستین منشور حقوق بشر اون رو به ثبت رسوند و به زبانهای رسمی سازمان ملل برگردان کرد و منتشرش کرد به سراسر جهان که ببینید ما در بخشی از زمین این منشور رو داشتیم. و جالبه، حالا من نگاه کردم به ساعت، وقت هنوز داریم که من به پایان ببرم حرفام را. در شهر این در منشور در بخشیش بسیار زیبا کوروش یاد میکنه از پدر و نیاکانش و در 14 بند حقوق بشر اون زمان رو چه زیبا سروده که امروز هم در جهان مطرح است. میگه که تا روزی که زنده هستم و اهورامزدا مرا در پادشاهی یاری بکند، دین و آیین و رسوم همه ملت ها را گرامی خواهم داشت. دومیش میگه فرمان روایان کشورها را من پروانه ندادم که به دین و آیین دیگران ناسزا بگویند. میگوید من پادشاهی خیش را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد. هر ملتی آزاده که مرا به پادشاهی خود انتخاب کنه، اگرم نکرد با او مخالف نیستم و از در جنگ وارد نخواهم شد. میفرماید تا روزی که پادشاه ایران و بابل و چهار سوی سرزمین آن زمان ایران هستم، اجازه نخواهم داد کسی به دیگری ظلم و ستم و بیداد بکنه. میگه تا روزی که پادشاه هستم پروانه نخواهم داد کسی مال و دارایی دیگری رو به زور تصرف کنه و چیزی بهش نده. باز میگه پروانه نمیدم کسی دیگری رو بدون مزد و پاداش بر سر کار بیاره. یعنی بیگاری از کسی کشیدن رو من منع کردم. میگوید اعلام میکنم که هر کس آزاد از هر دینی را که میخواهد برگزیند و در هر جای جهان میخواد زندگی بکنه آزاد هست، به شرط اینکه مزاحم دیگری نشه. اینا دقیقا در منشور حقوق بشر امروزی تک تکش جای گرفته. میگوید هر که مسئول کردار خیش است و نباید در دادخواهی دیگری کسی دیگه ای رو ما از بین ببریم. یکی خطا میکنه ما بگیریم برادرش رو از بین ببریم به خاطری که شما خطا کردید، که بعضی جاها اکنون شوربختانه انجام میشه. میگه تا زمانی که به یاری مزدا پادشاه هستم نخواهم گذاشت مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند. یعنی این رو واقعا بد میدونسته. بعد میگه که من به کشورهای گوناگون دستور میدم از فروش و خرید زنان و مردان به عنوان کنیز و غلام جلوگیری بشه و نمیگذاشته این کار انجام بشه. و باز از اهورامزدا در پایان میخواد تا که در انجام خواسته هایش او رو یاری برسونه و تا هست اون رو انجام بده. خب اینها واقعا بعدها شد حقوق بشری که ما داریم در سازمان ملل و انجام میشه. دادنامه داریوش رو پس از اون داریم ما، بعد از منشور کوروش. دادنامه داریوش نیز بسیار از وندیدادی که اون زمان وجود داشته بهره گرفته و شیوه دادگری رو پایه‌گذاری کرده. قانون اساسی نوشته که بر پایه باورهای دینی و رعایت حقوق همه ملت‌ها بوده، سنت‌ها و آیین‌ها و قوانین ملل مغلوب رو تا آنجایی پذیرفته که به پادشاهی و کیان مملکت آسیبی وارد نشه. همه اینا رو ما اکنون در حقوق بشر هم داریم که هر کسی میتونه بدون هیچ گونه تفاوتی، به ویژه از نظر نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، مذهب، باور سیاسی و وضع اجتماعی، ثروت، همه اینها از حقوق مساوی برخوردارن. اون زمان مطرح بوده، امروز هم مطرح است. گیزنفون جالبه که در زمان هخامنشی گزارش میده که اکنون در ماده 14 قانون حقوق بشر اومده که
پناهندگی از اون زمان رواج داشته. یعنی ما سردار بزرگ یونانی داشتیم، یکیش تمیستوکل اون زمان بوده، که این پناهنده میشه به ایران. و در زمان اردشیر هخامنشی نخستین بار ما پناهندگی از کشور دیگه‌ای، کسی که تو کشور خودش تحت فشار و آسیب بوده، اون رو راه دادیم به کشور. و پناهندگی امروز هم ماده 14 مشهور حقوق بشر است. لوح‌های گلی تخت جمشید، خوشبختانه حالا اسکندر به تخت جمشید حمله کرد، میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، همه چیزمون از بین رفت، کتاب‌ها و نوشته‌ها و کاخ عظیم تخت جمشید از بین رفت، ولی بر اثر اون گرما لوح‌هایی ما داشتیم که اینا مزد گرفتن کارگران بوده، لوح گلی که در اون زیرزمین‌ها مونده بوده بر اثر گرمای ایجاد شده، برخی از این لوح‌ها به سفال تبدیل شده و همچنان هست، خونده شده و هست. این نشون میده که خوندن الان میگن که کارگران ساخت تخت جمشید مزد میگرفتند، برعکس اون زمان که اهرام مصر رو که میساختند به بیگاری برده بودند و با ظلم و بیداد باید مجانی کار میکردند. مرد و زن مساوی حقوق میگرفتند در تخت جمشید و زنان باردار سهم بیشتری داشتند، خوراک بیشتری میگرفتند چون فرزندی رو هم در خودشون داشتند. در بعضی کارگاه ها مثل خیاطی زنان مدیر کارگاهی بودند که مردها و زنها در اون کار میکردند. این نشاندهی فرهنگ و در واقع تمدن اون زمان هخامنشیان ما است. خب اسکندر که حمله کرد، سلوکیان بعد از چند سال روی کار بودند، رسم و آیین گذشته رو انجام میدادند و یک مقداری از قوانین یونان را هم در ایران آورده بودند و اجرا میکردند. بعد میرسیم به دوره اشکانیان. اشکانیان به همین شکل انجام میشه، قدرت پادشاه کمی کم میشه و پیشوایان دینی که مغستان را اون موقع اداره میکردند و موبدان بودند، مجبور بودند که پادشاهان با کمک موبدان یک مقدار قوانین را تدوین کنند. گاهی مجلس هایی که تشکیل میشد، مجلس مهستان و مجلس مغستان، با هم در کنار هم بود تا تصمیم ها بر پایه اندیشه های دینی بشه و قوانینی که اجرا میشه بر همون شکل استوار باشه. بعد میرسیم به دوره پایانی در ایران باستان و ساسانیان. خب ساسانیان، موبدان به روی کار آمدند، اردشیر بابکان بنیانگذار اون سلسله بود، یک موبد بزرگ و دانشمندی بود و به هر روی قاضی و قانون مداری به دست موبدان بود. آتشکده هایی که تا اون زمان ساخته بودند و بود، تنها جایگاه نیایش نبود، چون ما امروز هم آتشکده ها هستند و تنها جایگاهی هستند که انسان به روشنایی احترام میذاره، چون آتش پیش از زرتشت کشف شده بود و احترام ویژه‌ای داشت و چون دیدند که این آتش همانند یک موجود زنده نیاز به خوراک و جایگاه داره و اکسیژن نیاز داره، این بود که یک آتشکده‌هایی براش ساختن، پرستارانی به نام آتشبان براش درست کردن و در زمان زرتشت آتشکده‌ها بود. بنابراین مردم از همون زمان از آتشکده‌ها خوراک می‌گرفتن برای خانه‌هاشون، می‌بردن تا بتونن در خونه‌هاشون آتش رو در اجاقشون فروزان بکنن. هنوز که ما اشایر بختیاریمون یا اشایر دیگرمون به اجاق خانهشون احترام میگذارن و سوگند یاد میکنن، این میرسه به اون احترامی که اون زمان نیاکان ما به آتش داشتن و همچنان هست. منتها در زمان ساسانیان آتشکده ها محل داوری هم بود، دادگاه هم بود، اونجا کلاس آموزش و درس هم بود، همه اینها در مجموعه کده بود و انجام بشه در آتشکده ها و در کمک موبدان هم انجام می شد. ما در آتشکده ها دبستان و دبیرستان داشتیم. دب اصولا یعنی پوست، که بعدها به دف هم تبدیل شد، اون چیزی که می نوازند. این دب و دپستان، جایی که بر پوست می نوشتند، دپیرستان و جایی که بالاتر بر
پوست می نوشتن که امروز شد دبستان و دبیرستان. این واجه های کهنی است که ما در اوستا داریم، دبستان و دبیرستان، در کنار آتشکده ها بود و اونجا درس می خوندن. و بعدها می بینیم که ما کتابی از زمان ساسانیان به یادگار داریم به نام ماتیکان از آرداتستان، که ماتیکان، مات یعنی شرح و بیان، هزار که یعنی تعداد زیاد هزار، و دادستان یعنی رأی، یعنی قانون مدنی. و این در زمان همون ساسانی، در زمان فیروزآباد، طرف ها در یک آتشکده بزرگی که بوده، یک نویسندهی برگرفته از اون احکام و قوانینی که برای دادخواهی بوده و این کتاب رو تنظیم کرده و ترجمه شده و هست. و مسائلی که در مورد برخورد با جرم های گوناگون وجود داشته. خب من این پرونده رو بستم به قول خودم و یک گذاری داشتیم از پیشدادیان به مادها و کم کم رسیدیم هخامنشی و اشکانی و رسیدیم به زمان ساسانیان و ایران باستان رو ملاحظه کردیم که چه اندازه در پی دادخواهی بودند و نظامی داشتند، قانون مدار برای زندگی مردمان و نیاکان ما، افرادی بسیار پیشرفته و خوب. اگر پرسشی، سوالی، چیزی هست یا موردی هست که من نگفتم، من با اجازتون طبق روال همیشگی برنامه، چون کامنت ها رو تا الان بسته بودم، الان کامنت ها رو باز میکنیم. اگر دوستان سوالی داشته باشن که در خدمتون هستیم. صدای شما رو من خیلی ضعیف داشتم. خدمتتون عرض کردم روال برنامه بله به این شکلی که ما کامنت ها رو از اول میبندیم. من الان کامنت ها رو باز کردم که اگر دوستان سوالی داشته باشن از خدمت حضرت عالی بپرسیم. در خدمت. و سپاسگزارم از بیان شیوا و زیبای شما. خواهش میکنم. ما سعی کردیم که، خب من نگام به ساعت بود که همون پیمانداری رو فراموش نکنیم، چون اون در زمان چیز، اون نگاره فروهر در زمان هخامنشیان که باز بر چیزها هست و امروز ایرانیان علاقه به این نگاره دارند، اون هم قانون مداری است که از همون زمان بر سنگ نگاره ها ایجاد شد که یادمون باشه اون حلقه دستش پیمانداری، خود اون سال خورده نشان دانایی است که دانایی رو ما گسترش بدیم، و اون سوالی که داریم نشان دهنده اینه که بر مبنای اندیشه و گفتار و کردار نیک کارهام رو پیش بداریم. خود این یه قانون کلی برای ایرانیان هست. آقای دوستو فعلا که دوستان پیاماشون سراسر بذل محبت و تشکر و سپاس از حضرت عالی است و برنامه خوبی که داشتید. البته خدمت دوستانم عرض میکنم آقای دکتر ساکن ایران نیستن، ساکن کشور فرانسه هستن و با توجه به برنامه های متناوبی که امروز دارن خیلی محبت کردن که با توجه به تغییر ساعت، یعنی اون تفاوت ساعتی هم که داریم، این وقت و لابلای برنامه هاشون برای مؤسسه هم خالی گذاشتن و در خدمتشون بودیم. یه سوالی من خودم دارم میخونم که آیا من مهاجرت کردم یا نه. خیر، ما همیشه دلداده ایرانی. من اتفاقا یک پیامی که برای شب چله دادم این بود که ما ایران را نباید فراموش کنیم، با این همه زیباییش، با این همه جشنها و سروری که داره. هرچند ایرانمون از آغاز در چهارراه حوادث وجود داشته، از شمال و جنوب و غرب و شرق از همه جا تاختند بر این کشور و میخواستند که این کشور رو از بین ببرند، فرهنگش رو، زبانش رو، آیینهاش رو، جشنهاش رو از بین ببرند، ولی هیچگاه نشد. انوری در یک شعر خیلی زیبایی اشاره میکنه به فرهنگ کهن این سرزمین و میگه که نه، این ریشه در دل خاک داره. اونجایی که اشاره میکنه به رشد یک کدو که بر درخت چنار کهنسالی که فرهنگ ایران است بالا میره، و این شعر میگه که نشنیده ای که در پای چنار کدوبنی بر رست و ببالید بروبر به روز 20. پرسید از چنار که تو چند روزه ای؟ گفتا چنار سال فزون دارم از 200. گفتا به 20 روز من از تو فزون شدم، با من بگو سبب این کاهلی ز چیست؟ گفتا چنار با تو مرا نیست هیچ جنگ، که اکنون نه وقت جنگ است و نه هنگام داوری است. فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، هوا سرد میشه، پاییز،
فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. این نشان دهنده فرهنگ کهن سرزمین ماست که همیشه جاودانه هست و فردوسی خیلی زیبا میگه که دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. حالا چون شب چله هست من اینا رو میخونم، چون شاهنامه میخوندن همیشه، و اشاره میکنه که چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن نباد. نه من موقتی میام و میرم و تلاش میکنم اصلا برگردم، همیشه ایرانم باشه. سلامت باشید آقای دکتر. شما دسترسی الان به کتاب حافظ دارید نزدیک خودتون؟ من حافظ رو دسترسی دارم ولی در دم دست نیست. من میتونم شعری از حافظ رو که دوستان خواسته بودن که اگر ممکنه با نیت خودتون، به نیت همه دوستان، یه تفاعل بزنید به حافظ برای شعر. بله من این شعر رو چندی پیش خوندم، امروز اتفاقا باز کردم و این شعر اومد که خیلی هم زیباست و نشان دهنده این هست که شاید در دل هممون همین باشه. شعر زیبایی که میگوید یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور ای دل غمدیده، حالت به شود، دل بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان. غم مخور چرخ گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، عاقبت یکسان نماند حال دوران. غم مخور. امیدواریم که این دوران بیماری و کرونا و درگیری ها و کمبود ها و تحریم ها و ندارنگری ها و اون چی که بیداد بر سر سرزمینمون هست با این شعر زیبای حافظ دیگه تموم بشه و به دادخواهی برسه. انشالله. بسیار زیبا. آقای دکتر یه سوال دیگه هم دوستان لابلای سوالا که من دیدم پرسیده بودن، انتخاب نام یلدا بر چه اساسی بوده؟ بله ما یلدا رو که بعدها به میلاد و تولد تبدیل شد یک واژه سوریانی است، در حالی که ما امروز پژوهشگرانمون دارن اشاره میکنند که یلدا نیز ما در واژگانی از زمان هخامنشی داشتیم و بختیاری های ما، لور های ما هم اشاره کردند که این یلدا دو قسمتی است، یل به چم بزرگ و پهلوان و دا به چم مادر، و این در واقع مادر نماد زایش هست و زایش بزرگ و همون چله و زایش نور رو تبدیل کردن به یلدا. البته این واژه بعدها ما ازش واژگان میلاد و تولد ساختیم و الان تولد مسیحیت که در اروپا برگزار میشه هم برگرفته از همین هست، چون الان اکنون در اروپا این چند روزها میلاد مسیح و تولد مسیح هست که اونم که میدونیم از آیین مهر ایرانیست، میترائیزم توسط سربازان رومی به یونان و اروپا رفت و از اونجا شکل گرفت، تبدیل شد به آیین مسیحیت و الان آیین مسیحیت جهانی اون چی رو که داریم هم همانند آیین مهر هست، یعنی اون بابا نوئلشون به رنگ قرمز، کلاهی که بر سر میذاره کلاه آیین مهریست و بقیه کارهاشون در واقع روز تعطیلشون روز خورشید هست، سندی، و همشون در واقع برگرفته از فرهنگ آیین مهر ایرانی است. سپاسگزارم آقای دکتر. ما برای اینکه بتونیم برنامه رو ضبط کنیم باید اون یک ساعتمون رو رعایت کنیم که بشه برنامه شیر و ضبط بشه روی کانال. من با اجازه از محضر جناب عالی این قول رو به دوستان میدم که حتما به مناسبت‌های دیگه این زحمت رو به شما بدیم، بازم توی برنامه ما تشریف داشته باشید. البته با اجازه از خودم دارم این قول رو میدم و بسیار بسیار سپاسگزارم از این وقتی که در کنار ما بودید. امشب به خودتونم تبریک میگم، امیدوارم که در کنار خانواده و عزیزانتون همیشه سلامت و تندرست باشید. ممنونم. سپاسگزارم. شاد باشه. فراوان باز هم دارم به یاد این که بتونیم ما آیین هامون رو به خوبی در آینده برگزار کنیم و نخواسته باشیم از راه دور بسنده بکنیم، در کنار هم باشیم، همدلی و همنشینی کهن سرزمینمون رو باز هم زندگی زنده بکنیم و دست به دست هم بدیم به مهر تا میهن خیش را کنیم آباد. انشاءالله. تندرست و شاد باشید. سلامت باشید. دوستان عزیز سپاسگزارم که از تا این ساعت با ما بودید. امیدوارم که مثل خود بنده لذت از این برنامه برده باشید. تا برنامه بعدی همتون رو به خدای مهربان میسپارم. یلدای همگی مبارک.